سرخط خبرها. اقدام غافلگیر کننده یک پژوهشگر روسی در جهت حمایت از ایران. ادعای اوکراین درباره ورود کاروان بزرگ واگنرها به بلاروس. و افشای نقش برجسته انگلیس در آموزش نظامی اوکراینی ها. این بسته خبری از پیک خوش آمدید. در یک اقدام غافلگیر کننده یک پژوهشگر روسی به دفاع و حمایت از ایران در برابر غرب پرداخته. یک پژوهشگر آکادمی علوم روسیه معتقد است آمریکا در موضوع مذاکرات با ایران غیر سازنده رفتار می‌کند و قصد ندارد تا پایان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به صورت جدی وارد گفتگو شود و فقدان تمایل فرانسه، آلمان و انگلیس به اجرای تعهدات نیز چالش دیگر است. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دانیلا کلیروف در گفتگو با روزنامه ایزوستیا چاپ موسکو افزود رقابت دو حزب آمریکایی هم با یکدیگر و هم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی بر پیچیدگی شرایط افزوده است، به گونه ای که اگر یک طرف به توافق برسد طرف دیگر با رسیدن به قدرت آنها را رد می کند. این پژوهشگر بخش خاورمیانه و پس شوروی مؤسسه اطلاعات علمی در زمینه علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه افزود به همین دلیل تهران از واشنگتن ضمانت نامه کتبی درخواست کرد و آن را دریافت نکرد. وی همچنین گفت ایران می داند که آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای منافع تهران عمل نخواهد کرد و از منافع و موقعیت قدرت آمریکا اروپا حمایت خواهد کرد. کریلوف ادامه داد کشورهای اروپایی نیز هم اکنون به طور فعال از جعلیات و اقدامات تحریک‌آمیز در موضوع هسته‌ای ایران استفاده و سیاست اطلاعاتی مخربی را در سطح بین‌المللی دنبال می‌کنند. این پژوهشگر روس با اشاره به انتخابات آتی در آمریکا گفت در صورت تغییر در نخبگان سیاسی و جایگزینی کسانی که به جای رویکرد مخرب رویه منطقی و سازنده دارند امکان پیشرفت در موضوع هسته‌ای وجود دارد. با بیان اینکه برجام برای همه کشورها مفید بود اظهار داشت حتی اگر بار دیگر توافقی درباره چارچوب مذاکرات نیز شکل گیرد فقدان تمایل آلمان، فرانسه، انگلیس و آمریکا برای اجرای توافق‌ها می‌تواند همه چیز را زیر پا بگذارد. آندری آنتریکوف شرق‌شناس روس نیز در همین پیوند به این روزنامه گفت اکنون صحبت از این است که واشنگتن و تهران به نوعی توافق دوجانبه را امتحان خواهند کرد، یعنی ایرانی‌ها به گونه‌ای برنامه هسته‌ای خود را مدیریت می‌کنند که آمریکایی‌ها در ازای آن بخشی از تحریم‌ها را برمی‌دارند. در این میان سخن از طرح جامع همانند توافق گذشته در کار نیست. وی افزود باز هم ممکن است از طرف آمریکا کمی فضا ترتیب شود، اما اطمینانی در کار نیست که آمریکا به اروپایی‌ها اجازه دهد هر گونه همکاری با ایران به ویژه در زمینه اقتصادی را از سر بگیرند. این پژوهشگر روس معتقد است ایران علاقمند به رفع تحریم‌ها و فرصت ایجاد روابط تجاری و اقتصادی در درجه اول با کشورهای اروپایی است، اما با توجه به مانع‌تراشی‌های آمریکا چشم‌اندازی برای این وضعیت در آینده متصور نیست. وی معتقد است با این وجود می‌توان به نوعی توافق جداگانه بین آمریکا و ایران دست یافت، توافقی که در آن از تحریم‌های ضد ایرانی کاسته شود، اما بعید به نظر می‌رسد که فرصتی برای تهران در عرصه تجارت با اروپا بگشاید. سرویس مرزبانی اوکراین اعلام کرد ورود نیروهای شرکت پیمانکار نظامی واگنر از خاک روسیه به بلاروس را رصد کرده است. به نوشته پایگاه اینترنتی بی بی سی، این سازمان مدعی شده که در حال ارزیابی تعداد نیروهای شبه نظامی این گروه در بلاروس و مکان و اهداف دقیق آنهاست. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد یک گروه ناظر اطلاعاتی مخالف با دولت بلاروس نیز اوایل روز شنبه ادعا کرد ورود یک کاروان بزرگ از نیروهای گروه واگنر همراه با ده‌ها خودروی نظامی از روسیه به بلاروس را رصد کرده است. این گروه با نام بلاروس که هاجون در بیانیه مدعی شد دست کم 60 کامیون، اتوبوس و دیگر خودروهای بزرگ این شرکت با همراهی پلیس بلاروس به شرق این کشور اروپایی وارد شدند. یک روز قبل نیز وزارت دفاع بلاروس اعلام کرده بود نیروهای گروه پیمانکار واگنر که در اواخر ماه ژوئن شورشی نافرجام را در روسیه اجرا کردند، هم اکنون در حال آموزش دادن به سربازان ارتش بلاروس هستند. این وزارتخانه یک ویدیو نیز از روند آموزش‌های این نیروها به سربازان بلاروسی در پادگان آموزشی در فاصله 90 کیلومتری جنوب شرق شهر مینسک منتشر کردند. پریگوژین فرمانده گروه واگنر که متحد روسیه در جنگ علیه اوکراین بود، 23 ژوئیه ادعا کرد نیروهایش از سوی ارتش روسیه هدف حملات موشکی قرار گرفتند. پریگوژین در پیان اعلام کرد خواستار برگزاری راهپیمایی است و به همراه نیروهایش پیشروی به سمت مسکو را آغاز کرده است. ماجرای اختلافات واگنر با کرملین 24 ساعت بعد از تحرکات این گروه با وزارت الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس
فیصله پیدا کرد. در نتیجه وساطت لوکاشنکو، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه راه را پیش روی واگنرها گذاشت. ملحق شدن به وزارت دفاع روسیه، نقل مکان به بلاروس یا انحلال. پریگوژین 24 ژوئن با عقب نشینی موافقت و خودش نیز به بلاروس نقل مکان کرده. به نوشته بی بی سی، آندری دیمینچکو سخنگوی نیروی مرزبانی اوکراین در بیانیه کوتاهی در روز شنبه اعلام کرد حضور نیروهای واگنر در بلاروس را تایید می‌کند. او در این بیانیه بدون اشاره به جزئیات بیشتر نوشت نیروهای مرزبانی اوکراین به رصد وضعیت در مرز شمالی این کشور ادامه می‌دهند. کانال تلگرامی بلاروسکی هاجون متعلق به یک چهره بلاگر مخالف بلاروسی ادعا کرد کاروان بزرگ نیروهای واگنر بعد از ورود به این کشور به سمت شهری در نزدیکی جنوب شرق شهر مینسک رفتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چند روز پیش فاش کرد که پریگوژین با پیشنهاد پیوستن نیروهایش به ارتش عادی روسیه مخالفت کرده است. لوکاشنکو که ماه گذشته میلادی برای پایان دادن به شورش 24 ساعته پریگوژین علیه مسکو با وی به توافق رسید، 27 ژوئن تایید کرده بود که او به عنوان بخشی از این توافق به بلاروس رفته است. رئیس جمهور بلاروس هم در 6 ژوئیه در جمع خبرنگاران از حضور دوباره پریگوژین در خاک روسیه خبر داد و گفت در خصوص پریگوژین او در سن پترزبورگ است، در قلمروی بلاروس نیست. انگلیس به عنوان یکی از حامیان اصلی اوکراین در جنگ علیه روسیه اعلام کرده که از ابتدای شروع درگیری نظامی در ماه فوریه 2022 چندین هزار اوکراینی را آموزش نظامی داده است. حساب توییتری وابسته به وزارت دفاع انگلیس نوشت که عملیات اینترفلکس که مربوط به آموزش پیاده نظام داوطلبان اوکراینی است، تاکنون 18 هزار نفر را آموزش داده است. طبق اعلام وزارت دفاع انگلیس، این عملیات که در 26 ژوئن 2022 آغاز شد به اوکراینی‌ها آموزش می‌دهد چگونه در جنگ جان سالم به در ببرند و در مبارزه علیه روس‌ها مهلک عمل کنند. نشریه پولیتیکو سپتامبر 2022 گزارش داد که اینترفلکس جایگزین عملیات اوربیتال شده که از سال 2015 مدتی پس از الحاق کریمه به خاک روسیه تا ماه می 2022 بیش از 22 هزار اوکراینی را آموزش نظامی داد. برخلاف عملیات قبلی، اینترفلکس در داخل خاک انگلیس انجام می‌شود و نیروهایی از شرکای بین‌المللی از آن پشتیبانی می‌کنند. با اینکه وزارت دفاع انگلیس از آموزش بیش از 18 هزار اوکراینی خبر داده، به نظر زیل عملیات اینترفلکس لندن در دستجبی به هدف خود شکست خورده است. دولت انگلیس در 17 ژوئن 2022 پیش از راه اندازی این عملیات اعلام کرده بود که بوریس جانسون نخست وزیر وقت این کشور پیشنهاد برنامه آموزشی بزرگی را به کیف ارائه کرده که پتانسیل آموزش تا 10 هزار سرباز در هر 120 روز را دارد. ممنونیم از اینکه تا پایان این بسته خبری با پیک همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.